در این مورد همراه هستیم با آقای دکتر علی ناطقی رستمی، پژوهشگر دینی، استاد حوزه و دانشگاه از قم. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر ناطقی، به نظر شما عواقب این ترک تحصیل‌های ناخواسته و اجباری چیست و با توجه به هشدار یونیسف در مورد فاجعه بین نسلی ناشی از بحران آموزشی در خاورمیانه، به نظر شما چه اقداماتی باید به سرعت انجام شود تا این بحران کاهش یابد و کودکان از حق تحصیل خود محروم نشوند؟ با سلام خدمت حضرت عالی، طبیعیه که آثار و پیامدهای جنگ یکی از مواردی هست که سبب منع تحصیل دانش آموزان و کودکان در کشورهای مختلف میشه. به طب هرچه که تحصیل و فرهنگ و علم آموزی از جامعه و یا خانواده به طور کلی یا شخص فردی که در یه خانواده زندگی میکنه دور بشه، آثار مخرب روانی، آثار مخرب فردی بر جا خواهد گذاشت. هم در اجتماع آثارش رو انسان میبینه و هم در خانواده. یعنی این سبب نرفتن به مدرسه یا ترک تحصیل فقط سبب یه خسارت نمیشه. خسارت‌های روانی، خسارت‌های مالی، الان بسیاری از کشورهای پیشرفته اینها رو، یعنی تحصیل رو برای فرزندانشون یک سرمایه اجتماعی تلقی میکنن. اینطور نیست که فقط فکر این باشه که بگن مثلا فرض بفرمایید اگر یک کسی تحصیل بکنه، علم آموزی بکنه، نفع فردی داره. نه، این نفع رو برای اجتماع در نظر میگیرن. هر چی که شما نگاه بکنید به این تمدن بشری که امروز ما شاهدش هستیم، همه محصول و مرهون تجربه و علمه. اگر ما علم رو که بخش عمده‌ای هست از پیشرفت و ترقی جوامع امروزی کنار بگذاریم، به تب دودش تو چشم همه افراد اون اجتماع خواهد رفت، چه مسئول چه غیر مسئول، چه کوچک چه بزرگ، حتی خانواده ها که بیشتر درگیر این قضیه هستند. بنابراین اصل خسارت و اصل آسیب های اجتماعی که هیچ جای تردید نیست، اما اینکه مقدار این آسیب ها و وسعت این آسیب ها رو انسان بخواد بررسی کنه، خب به طب نیاز به یک کار کارشناسی وسیعی داره. اما اون چه که قطعا تا الان روشن هست و اضافه بر اینکه یونیسف اطلاع رسانی کرده یا آگاهی بخشی کرده نسبت به این موضوع، هر کسی از افراد که در توانشون باشه مسئولیت دارن برای این موضوع قدمی بردارن و رفع این موضوع. اگر در مثلا فرض بفرمایید در منطقه خاورمیانه ما الان صحبت بکنیم و حرف ما در این منطقه هست، بی تردید جنگ هایی که حالا یا جنگ قومیتی هست یا جنگ مذهبی هست یا جنگ های دیگه هست، اعتقادی هست، هر اسمی روش بگذاریم، اینها هیچ دلیل موجهی نداره، دلیل عقلی نداره، دلیل منطقی نداره. جنگ به خودی خود هیچ مطلوب نیست، هیچ مطلوب نیست در هیچ جای دنیا، در هیچ زمانی. بله، جنگیدن آثار مخرب فقط روی بحث علم و تحصیل و دانش آموز و نمیدونم مدرسه و فلان اینا نمیگذاره. این یه بخشی از خسارته که وارد میشه، چون دیگه برد و باخت در دنیای امروز معنا نداره. کسی بگه من در یه جنگی شرکت کردم و برنده شدم، یکی بگه بازنده شدم، هر چه که هست خسارت به طرفین. حالا ممکنه یه خسارت نسبت به یک طرفی بیشتر، نسبت به یه طرف دیگه کمتر باشه، این ممکنه. اما اینکه دیگه برد و باخت معنا نداره. دیگه 1000 سال پیش نیست، 2000 سال پیش نیست بگیم ما یه جایی رو فتح کردیم، یه کشوری رو به دست آوردیم، دیگه مال ماست. بله. و نمیپذیره امروز دنیا. بله. بنابراین اگر بخواد بحث آموزش و علم آموزی، حالا ما از منظر دینی هم بخوایم به قضیه نگاه کنیم،
آیات قرآن، احادیث فراوان، چقدر به علم و علم آموزی توصیه کرده، تأکید کرده، انما یخش الله من عباده العلماء. عالمان هستند که از خدای متعال میترسند، عالمان هستند که پروا میکنند نسبت به خدای متعال. ممنونم. و خب حالا از من زوایای دیگه میشه بله. قابل بررسی هست. از توضیحاتتون ممنونم دکتر علی ناطقی رستمی، پژوهشگر دینی، استاد حوزه و دانشگاه از قم.